بهره‌مند شدن از اون ذات قدیس عبارت از این است که به اون ذات مطهر ایمان بیاورید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهدى المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحی و ارواح العالمین آل تراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم و مخربی شریعتهم و غاصبی حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید.
خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و دلهای ما را منور به نور بلا و معرفت ولیش بگرداند صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. امیدوارم خدای متعال از برکت این محفل و این مجلس یک سفر مکه و مدینه و کربلا و نجف و کاظمین و سامر را در خدمت ولیش نصیب و روزی ما بگرداند صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. دیشب بحث ما به اینجا ختم شد که امام زمانی که می آید و هدف خلقت را در عالم محقق می کند و غرض از بعثت و رسالت خاتم الانبیا و سایر انبیا را در عالم جامعه عمل می پوشاند، راه بهره‌مند شدن از اون ذات قدیس عبارت از این است که به اون ذات مطهر ایمان بیاوریم، همچنان که خدای متعال در قرآن کریمش می فرماید بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. وجود حضرت بقیت الله سلام الله علیه که بر اساس روایات این آیه تفسیر به امام زمان شده است، وجود او مایه خیر و برکت است برای شما، اما به این شرط که به او ایمان بیاورید، مقامات او را باور کنید، او را امام مردم بدانید، او را خلیفه خدا در 7 آسمان و 7 زمین بشمارید. فی الواقع ایمان به امام زمان باور کردن امام زمان است با همه وجود، به گونه ای که علاوه بر این که او را پسر رسول خدا می دانی، علاوه بر این که او را وصی خاتم الانبیا می شماری، علاوه بر این که او را وارث تمام کمالات انبیا و اوصیا می دانی، باید او را کسی بدانی که امروز همه عالم دور سر او می چرخد و او کسی است که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما و به بقائه بقیت دنیا، و این سنت خداست که عالم را به گونه ای خلق کرده و حفظ و چرخش نظام هستی را بر این اساس قرار داده که اگر چنین حجتی در میان مردم باشد نظام عالم بچرخد، و اگر او نباشد کل نظام هستی به هم می‌خورد. این معانی رو باید باور کنی و ایمان بیاری و بر اساس این ایمان زندگی مادی و معنوی خودت را پیریزی کنی. در این صورت است که وجود اون ذات قدیس برای تو مایه خیر و برکت خواهد بود. در واقع امام زمان قرآن ناطق است. چطور خدا راجع به قرآنش می فرماید و ننزل من القرآن ما هو الشفاء و رحمت للمؤمنین
ولا یزید الظالمین الا خسارا. ما قرآنی نازل کرده ایم که این قرآن هم مایه شفاست، هم مایه نزول رحمت است، اما برای مؤمنان. کسی که مؤمن به خدا و مؤمن به رسول خدا و مؤمن به قرآن و احکام خدا که در این قرآن آمده باشد، این قرآن برای او مایه شفا و نزول رحمت و برکت است. ولی همین قرآنی که برای مؤمن مایه شفا و برکت و رحمت است، برای ظالمین جز خسارت و ضرر و زیان نتیجه ای ندارد. امام هم این گونه است، حجت خدا هم این گونه است. اگر به او ایمان آوردی، او را باور کردی، او را ثقل و مرکز هستی دانستی، او را سبب متصل بین عرض و سما شمردی، وجود او برای تو مایه خیر و برکت است و الا مایه خسارت خواهد بود، چون او هم مظهر رحمت خداست برای مؤمنان، هم مظهر عقوبت خداست برای کفار و مشرکین و معاندین و مخالفین او. جالب اینجاست که یکی از سنت‌های خدا در قرآن اینه که اصلاً خدا توجهی به ایمان مردم که آی بیاند و ایمان بیارند و که ان خدا منتظر یا نعوذ بالله محتاج به ایمان بندگان خودش، ابدای حرفا نیست. حالا ببین خدا چی میفرماید در سوره مائده. میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. ای مؤمنان، شمایی که خدا رو قبول کردید، به رسول خدا ایمان آوردید، به کتاب خدا ایمان آوردید، حتی شمایی که در صحرای غدیر آمدید و به امیر المؤمنین وصی پیغمبر ایمان آوردید، اما اگر از شماها جمعی از شما یه روزی مرتد بشن، از این ایمانشون دست بردارن. دیدی بعضیا چقدر ایمانشون رو به رخ خدا میکشن و خطونشون میکشن بره خدا، آی خدا اگر چنین کردی من نمازمو ادامه میدم، اگر چنین نکردی من دیگه قهر میکنم، دیگه نماز نمیخونم، روزم نمیگیرم، بندگیم نمی کنم. فکر کرده حالا خدا منتظر نشسته که بیاد نماز بخونه، خدا کیف کنه یه چیزی گیرش بیاد. کور خونده ای، خدا اصلا نیازی به ایمان من و تو ندارد. نماز من، روزه من، حج من، خمس و زکات دادن من یک ذره به ملک و ثروت و آقایی و سیادت خدا نمی افزاید. هرچی هست گیر خود من میاد. ببین خدا چه می فرماید، یا ایها الذین آمنوا، با لسان تهدید، من یرتد منکم عن دینه، اگر از شماهایی که مؤمن به خدا و رسول خدا و حجت خدا شدید یک عدتون مرتد بشید و برگردید، فکر نکنید خدا بی کس میشه. فسوف یأتی الله بقوم، خدا یک گروهی رو به زودی خواهد آورد که یحبهم و یحبونه، هم خدا اینا رو دوست داره هم اینا خدا رو دوست دارن. و یکی از خصوصیات اینا اینه که اذلتن علی المؤمنین عزت علی الکافرین، اینا به مؤمنان که میرسن ذلیل و خار و فروتنند، به کفار که میرسن گردنکش و سرفراز و خلاصه فخ فروشند بر کفار. حالتشون اینه،
محبت به خدا دارن، متقابلا خدا هم اینا رو دوست داره و بر اساس همون ایمانی که به خدا و محبتی که به خدا دارن در برابر مؤمنان ذلیل و فروتنن و در برابر کفار و مشرکین گردنکش و سرفراز و متکبرن که باید چنین باشن. در برابر کافر معنا نداره مؤمن ذلیل باشد، تواضع کند، التماس به او بکند. بله در برابر مؤمن جا داره آدم ذلیل و خار و فروتن و متواضع باشد. روایات متعددی در ذیل این آیه از پیغمبر و آل به ما رسیده است که این قومی که خدا می فرماید من میارم که هم خدا رو دوست دارن هم خدا اینا رو دوست داره، اینا امام زمان و اصحاب امام زمانه. پس من اگر ایمان به امام زمان و خدای امام زمان بیارم سودش تو جیب خودم میره، خدا نیازی به ایمان من نداره. خدا آدمشو داره برای اون روزی که میخواد به ولیش اجازه دهد و او قیامش را شروع کند و بساط کفر و شرک و ظلم و فسق و فجور و معصیت را برچیند. او کار خودشو میکنه، او وعده داده که یک روزی عالم را گلستانی از عدل و داد کند و همه رو سر سفره توحید و یکتاپرستی و بندگی خودش بنشاند و این وعده رو خدا انجام خواهد داد. من و تو اگر ایمان نیاریم به خدا و امام زمان و بر اساس اون ایمان عمل نکنیم، چوب به بخت خودمون زدیم، خودمون عقب مونده موندیم و خودمون گرفتار شقاوت ها و عقوبت های خدا در دنیا و برزخ و آخرت و قیامت خواهیم شد. پس هنر یک انسان، نمیگم هنر یک مؤمن، هنر یک انسان عاقل اینه که ببینه در زندگی چهار صباح دنیا چی به نفعشه چی به ضررش. قطعا یکی از چیزایی که به نفع انسانه اینه که آدم خدا رو باور کنه، به خدا ایمان بیاره، بر اساس اون باور و ایمان به خدا علاقه پیدا کنه. اصلا یکی از توقعاتی که خدا از بندگانش داره همینه که به او عشق بورزن، عاشق خدا باشند. ببین برای رسوندن بندگانش به این مرز و به این حد خدا به موسی کلیم الله چی سفارش میکنه؟ یا موسی حببنی الی خلقی و حبب خلقی الی. حدیث قدسی است. موسی منو محبوب خلقم کن، خلق مرا هم محبوب من ساز. خیلی حرف قشنگی. موسی گفت خدایا چگونه این کار رو بکنم که هم تو به خلقت علاقه داشته باشی هم خلق دیگه جوری عمل کنن که محبوب تو شوند؟ خطاب آمد ذکرهم آلائی و نعمائی لیحبونی. در لغت عرب به نعمتهای باطنی آلاء میگن، به نعمتهای ظاهری نعم میگن. ذکرهم آلائی و نعمائی، یا نعم یا نعما، دو تا جمع داره نعمت. انعم هم جمع سومشه. موسی نعمتهای باطنی و نعمتهای ظاهری مرا به رخ بندگانم بکش، بهشون بگو من چی بهشون دادم. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خدا شما را از شکم مادراتون بیرون آورد، هیچی بلد نبودید، جاهل محض بودید. اولین کاری که خدا به شما یاد داد
اینه که پستان مادر رو به دهان بگیری و بمکی و شیر بخوری تا رشد کنی. این اولین کاری بود که خدا به شما یاد داد. بعد یواش یواش راه افتادی، بعد یواش یواش فهمیدی، به درک و شعور رسیدی، به سن بلوغ رسیدی، خیلی چیزا رو یواش یواش یاد گرفتی، خودشو بهت معرفی کرد، یا ایمان آوردی یا کافر شدی. انا هدیناه السبیل ما شاکرن و اما کفورا. بهشون بگو تو هیچ بودی، در کتم عدم بودی، من خدا تو را از کتم عدم به عرصه وجود آوردم، تو اصلا حقی نداشتی که لباس وجود به تنت کنی، فضل من خدا شامل حالت شده، من تو را از عدم به هستی رسوندم، حالا به یک ثروت و به یک ریاست و به یک مکنت و به یک علم و دانشی دست پیدا کرده ای، در برابر من خدا گردن فرازی می کنی. بهشون بگو تمام اون چه که دارن من بهشون دادم، لیحبونی، تا به من علاقه پیدا کنن. بعد ببین خدا در دنباله به موسی چه می فرماید. فرمود موسی اگر یک بنده عابق و فرار کرده از درگاه مرا به درگاه من برگردونی و یک بنده‌ای که راه مرا گم کرده است راه مرا به او نشون دهی، این کار برای تو از عبادت 100 سال به صیام نهارها و قیام لیلها افضل است. یعنی 100 سال عبادت کنی، هر روزش رو روزه بگیری، چه تو تابستان چه تو زمستان، هر شبش هم شب زنده‌دار باشی و تا صبح بندگی خدا کنی. موسی یه بنده گمراهی رو در خانه من بیاری، ثوابش بیشتر از این عبادت 100 ساله است. اینجاست که فضیلت این مجالس معلوم میشه، اینجاست که قدر این مجالس را میدانید، چون مردم تو این مجالس با خدا آشنا میشن، با ولی خدا آشنا میشن، با احکام و دستورات خدا آشنا میشن. موسی گفت خدایا و من العابق عن بابک و من الضال عن فنائک. اون بنده‌ای که فرار کرده چه بنده ایست؟ اون بنده‌ای که راه گم کرده چه بنده‌ایست؟ خطاب آمد البا العابق عن بابی العاصل متمرد. اون بنده‌ای که فرار کرده، خب بنده باید در اختیار مولاش باشه دیگه، صبح تا شب نوکری مولا، خدمت مولا رو بکنه، چون مولا همه هستی او رو تأمین میکنه، او هم در مقابل باید خدمت رسانی کند. اگه یه بنده عابق شد، فرار کرد، ای آسیست، حق رو شناخته، مولا رو شناخته، حق او را دانسته، اما معصیت میکنه. اینو با من آشنا کنی، به درگاه من برش گردونی. موسی گفت خدای اون بندهی که راه تو رو گم کرده کیه؟ خطاب آمد الجاهل به امام زمانه، تعرفه و تعرف شریعته. بنده ای که راه منو گم کرده اون بنده ایست که امام زمانشو نشناخته، هر کسی او را به سوی می کشاند. اما اگه آدم امام زمانشو بشناسه، بعد از پیغمبر بداند امام زمان او کیست، خب امام زمان او کسی است که حجت خداست، خلیفه خداست، عالم به علوم اولین و آخرین است، عالم به بطون قرآن است، و او امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. و بعد از امیر المؤمنین سلام الله علیه 11 امام معصوم از نسل امیر المؤمنین تا امام زمان حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین.
لذا میبینیم که همه انبیا موظف بودن هم خودشون ولایت پیغمبر و آل پیغمبر را بپذیرن و اقرار به مقامات این ذوات مقدسه کنن، هم مأموریت داشتن امتهاشون رو وادار کنن که مهر اهل بیت پیغمبر آخر الزمان را داشته باشن. ولو حجت اون زمان مثلا حضرت موسی بود، حضرت نوح بود، حضرت ابراهیم بود، حضرت عیسی ابن مریم بود، اما هر پیغمبری در زمان خودش مأموریت داشت که امت خودش را با پیغمبر آخر الزمان و اوصیاء دوازده گانه او هم آشنا کند و وادار به محبت و طاعت آنها کند. و این رمز دست یافتن انبیا و اوصیاء گذشته به مقام نبوت و وصایت بود که روایات فراوانی داریم هیچ پیغمبری به مقام نبوت نرسید مگر این که مقام و شخصیت خاتم الانبیا و اوصیاء بعد از او را پذیرفت و به مقامات آنها اقرار کرد. پس اهل هر زمانی باید امام زمان ما را بشناسن. خود ما دیگه خیلی معلومه که باید امام زمان رو بشناسیم، و این خودش یکی از راه‌های رسیدن به محبت خداست. ببینید خدا از کجا شروع کرد؟ موسی حببنی الی خلقی و حبب خلقی الی، منو محبوب خلقم کن، خلق مرا هم محبوب من کن. ختمش به چیه؟ به اینه که اینا با امام زمانشون آشنا بشن. و الا شما هزاری عبادت کنی، هزاری بندگی خدا کنی، اما از طریقش خدا را نپرستی و به خدا عشق نورزی، خدا قبول نمی کن. این روایتی که میخوام براتون بخونم، خطیب خارزمی یک عالم سنی در کتاب المناقبش نقل میکند، دیگران هم نقل کردن، که پیغمبر به امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود: یا علی، لو ان عبدا عبد الله عز وجل مثل ما قام نوح في قومه، اگر یک بنده به اندازه‌ای که نوح در میان قومش ماند بندگی خدا کند. یعنی چند سال؟ نوح چند سال در میان قومش بود و اونها رو دعوت به خدا کرد؟ احسن، 950 سال که قرآن میگه، الف الا 50 عام. اگر بنده اونقدر عمرش طولانی شود و سلامت و عافیت هم داشته باشد که 950 سال عبادت خدا کند، این اول. لو ان عبدا عبد الله عز وجل مثل ما قام نوح في قومه. دوم، وكان له مثل احد ذهبا فانفقه في سبيل الله. از نظر انفاق مالی هم اونقدر ثروتمند باشه، اونقدر پولدار باشه که به وزن کوه احد طلا داشته باشه و در راه خدا انفاق کنه، کسی رو تو قوم، تو تهران، تو بغداد، تو کشورهای دیگه، شهرهای دیگه میشناسید یه همچه ثروتی داشته باشه، به اندازه کوه احد طلا داشته باشه و همش هم در راه خدا انفاق کنه. و حج الف عام على قدمی، اونقدر هم عمرش طولانی بشه که هزار حج با پای پیاده انجام دهد. آخرین فیضی که مؤمن در این عالم به اون فیض دست پیدا میکنه چه فیضیه؟ فیض شهادته، که دیگه بعد از شهادت ما نمیتونیم هیچ عملی رو انجام بدیم. این آخرین فیضیست که یه مؤمن داره، که روایت داره مؤمن وقتی که کشته میشه در راه خدا، اولین قطره خون او که به زمین میریزد همه گناهان او شستشو میشود و پاک پاک میشود. حضرت میفرمد: ثم قتل ما بین الصفا والمروة مظلوما. این آدم با اون عبادت، با اون کثرت حج،
با اون کثرت انفاق و سنگینی انفاق او در راه خدا، اگر عاقبت هم بین صفا و مروه بهترین مکانها مظلوم کشته شود. خب ثم لم یوالک یا علی لم یشم رائحة الجنه ولم یدخلها. علی جان، این آدم اگر با این قدمت عبادت و کثرت انفاقش، با این عظمت حجی که به جا آورده و با اون شهادت در راه خدایش ولایت تو را بعد از خاتم الانبیا نپذیرفته باشد، علی را خلیفه بلافصل پیغمبر نداند، علی را همه کاره عالم بعد از خاتم الانبیا نشماند، بوی بهشتی که از 500 سال راه استشمام می شود به مشام این انسان نمی رسد و داخل بهشت نمی شود. حالا قدر این ولایت و معرفت و محبتی که به امیر المؤمنین و فرزندان معصوم امیر المؤمنین داری می دانی یا نمی دانی؟ هی نرو مکه و مسجد الحرام و اون جمعیت و اون نماز رو ببین، میگو به 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 عجب نمازهایی میخونن، بعد خودتو سرزنش کن، ما شیعه ها بیچارا نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود قضا کند، تازه اگر قضا کند حق قضا ادا کند، قضاش هم فایده نداره، قضا هم بخواد بکنه باید با توبه از ولایت فلان و فلان قضا کنه، والله خدا قبول نمی کنه. این سنت خداست. ممکنه بگی چرا؟ به من و تو مربوط نیست که چرا، خدا دین داره و دین خدا قانون داره و سنت خدا اینه که دین رو این گونه جلو بیای، اول خدا، بعد رسول خدا، بعد حجت خدایی که خدا انتخابش کرده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. ما نمیتونیم به اختیار خودمون بعد از پیغمبر سراغ هر کسی رویم و دل به هر کسی دهیم و تحت ولایت او قرار بگیریم و امر او را اطاعت کنیم. زیر ولایت کسی میتوانیم برویم که خدا او را برای ما اولی الامر خونده و انتخابش کرده. چون اصلا جعل امام و امامت با خداست و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. در قصه ابراهیم خدا میفرماید انی جاعل کل ناس اماما، من که خدایم توی ابراهیم رو به مقام امامت میرسانم، مردم نقشی ندارن در تعیین امام و خلیفه پیغمبر. صریح قرآنه، خدا حق جعل امامت را برای امام از آن خود می شمارد. حواستو جمع کن، دین خدا حساب و کتاب داره، هیچ وقتم به عبادت خودت نناز، به ایمان خودت به خدا نناز. خدا نه احتیاجی به ایمان من داره نه احتیاجی به ایمان تو. این صریح قرآنه، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خدا آدم داره که روزش بیاره. تازه در روایات داره خدا سلمان رو بر میگردونه، ابی ذر رو بر میگردونه، مقداد رو بر میگردونه، عمار رو بر میگردونه، این اصحاب کبار پیغمبر و امیر المؤمنین و ائمه طاهرین رو در عصر ظهور خدا اینا رو بر میگردونه، زندهشون میکنه، همون طوری که به دست بنده خودش و پیغمبر خودش عیسی ابن مریم خیلی مرده ها رو زنده کرد و در قرآن برای پیغمبر خاتم حکایت کرده، اینی احی الموتا، من عیسی مرده زنده میکنم به اذن الله،
تو اینو نسبت به خدا نمیخوای بپذیری که در عالم رجعت، لذا مخالفین ما اصلا عالم رجعت رو بالکل منکرند، که انه اونا خدا رو قادر على کل شیء نمیدانند و خودشون هم موحد میشمارند، ما رو مشرک میشمارند. چرا؟ چون میریم در برابر رسول خدا دست دراز میکنیم و از رسول خدا تقاضای حاجت میکنیم، در حالی که خدا به پیغمبرش این قدرت رو داده که با یک نگاهی مشکل ما را حل کند. اینا اونقدر بدبخت و عقب موندن از نظر فکری و از نظر فهم و شعور که آیات قرآن رو نمی فهمن. قرآن میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. یه آدم معمولی که میره در راه خدا مبارزه با دشمنان خدا میکند و به شهادت میرسد، خدا میگه این زنده است، عند الله روزی میخورد. وقت پیغمبر خاتم که افضل الانبیاء است، خیلی از انبیا به شهادت رسیدن، اونا زنده ان، خاتم الانبیا مرده است. وقتی میری مقابل قبر پیغمبر میخوای یه سلام به پیغمبر بدی، نمیگذاره سلام بدی، میگه روح انت مشرک. قرآن پیغمبر را زنده میداند، این بدبختا پیغمبر را مرده میدانند، خودشان را هم موحد می شمارند. موحد کسی است که همه آیات قرآن را باور کند و بپذیرد و به آن ایمان بیاورد، نه اینکه یؤمن به بعض و یکفر به بعض. اون چه به نفع اوست به آن ایمان می آورد، اون چه به ضرر اوست به آن کافر می شود. پس ایمان به خدا محبت به خدا رو برای انسان به ارمغان می آورد و محبت به خدا اطاعت از رسول خدا را لازم دارد. قرآن میگه قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. پیغمبر به این مردم بگو اگه شما راست میگید، واقعا خدا رو دوست دارید، باید از من پیغمبر متابعت و پیروی کنید. هر چه من گفتم و هر چه من برای شما انتخاب و اختیار کردم بپذیرید، نه هر چه خودتون خواست. خب پیغمبر در صحرای غدیر علی را معرفی کرد یا نکرد؟ پیغمبر بارها فرمود علی مع الحق والحق مع علی، یا نفرمود؟ بارها فرمود علی مع القرآن والقرآن مع علی، یا نفرمود؟ خدا آیه تطهیر را در شأن امیرالمؤمنین نازل کرد یا نکرد؟ علی را به یک طهارت ممتازی تطهیر کرد یا نکرد؟ همه تون قبول دارید که این کارا رو خدا با علی کرد، این حرفا رو پیغمبر راجع به علی فرمود. پس چه مرضتونه که دنبال علی بعد از پیغمبر نرفتید؟ بعد هم میاد کسی که معتقد به ولایت امیرالمؤمنین است و متبری از دشمنان و قاتلان امیرالمؤمنین است، او را تکفیر میکنید، بعد او را میکشید و جنازه او را دور خیابانها میکشانید. شما مسلمانید، شما موحدید، شما مؤمن به قرآنید، اصلا شما انسانیت دارید، کفار چنین نمیکنند که شما میکنید. خیلی باید محکم باشید. اعتقاد ما پشوانش بالاتر و برتر از کوههای استوار است. لذا فرمود المؤمن کالجبل راسخ لا تحرکه العواصف. مؤمن مثل کوه میمانه، بادها و طوفانها و زلزله‌ها و سیل‌ها کوه را تکان نمی‌دهد، در حالی که همه چیز را زیر و رو می‌کند. مؤمن در فتنه‌ها، در بلاها، در برخورد با احزاب و گروه‌ها سفت و محکم ایستاده، چون هم موحد، هم متأسی به سنت خاتم الانبیا، هم پیرو علی مرتضی و امام حسن مجتبی و امام حسین سید الشهدا است. او تا امام زمان 12 امام دارد.
او معتقد به یک امام حی و زنده است. تمام احزاب، تمام گروه ها، تمام کسانی که به دینی حتی دین آسمانی معتقدن، قائل به امامت و رهبری یک امام و رهبر مردن، در حالی که شیعه در هر عصر و زمانی امامش زنده است. شیعه معتقد است تا قیام قیامت امام در قید حیات است. امام صادق در وصف امام زمان می‌فرماید: ان صاحبكم المظلوم صاحب هذا الامر يتردد بينهم ويمشي في اسواقهم ويطأ فرشهم فلا يعرفونه. آقای مظلوم شما، اون کسی که حقش را برده اند و خورده اند و انکار کرده اند، بین مردم و شیعیانش تردد دارد، در مجالس اونها شرکت می کند، روی فرش های اونها قدم می گذارد، در بازارهای اونها راه می رود، مردم گاهی او را می بینند اما نمی شناسند. این قربت امام زمان است و دلیل بر حیات و زنده بودن اوست. خب چرا هم از ترس کفار و مشرکین که می خواهند او را مثل اجدادش بگیرند و بکشند؟ فرمود یخاف علی نفسه من القتل، او می ترسد که اگر مثل اجدادش در میان مردم ظاهر آشکار شود او را بگیرند و بکشند، در حالی که او باید خود را نگه دارد تا وعده خدا را در عالم محقق کند که تحقق هدف عبودیت و تحقق هدف بعثت و رسالت است. او باید همه را سر سفره توحید و بندگی خدا بنشاند. او باید بیاید بساط کفر و شرک و ظلم و فسق و فجور را برچیند. پس باید خود را حفظ کند. راه حفظ کردن خود چیه؟ اینه که دست کسی که به سوی او دراز می شود و می خواهد او را بکشد، دست او را خوش کند. این که جبر است و سنت خدا بر جبر نیست. پس خودش را پنهان می کند، میاد تو مجالس اما غریبانه میاد. گاهی ممکنه بیاد به شما سلام بکند، کنار شما بنشیند، شما جواب سلام او را هم بدهید، اما او را نشناسید. و این نهایت غربت امام زمان است. اقلن بیام این شبای پیمانی با امام زمان ببندیم که مولامونو یاری کنیم، هم با مالمون، هم با جانمون، هم با آبرومون، به هر شکلی که میتوانیم، هم با وقت گذاشتن برای امام زمانمون، هم با دعا کردن برای تعجیل فرج او، واقعا دل بسوزانیم برای امام زمان، او را از این غربت و تنهایی درآوریم. خیلی درده امامی با این عظمت، با این قدرت، با این کمالات که الیه ینتهی مواریث الانبیا، هو الذی یصلی خلفه عیسی ابن مریم. عیسی وقتی که او می آید از آسمان نازل می شود و پشت سر او نماز می خواند، عیسایی که خلق می کرد و مرده زنده می کرد و کور مادر ذات شفا می داد، یکی از مأمومین امام زمان است. حیف نیست او را تنها بگذاری. امام صادق فرمود خدا بر بنی اسرائیل مقدر کرد که 400 سال معذب و گرفتار دست فرعون و فرعونیان باشد. حالا به خاطر چی بماند؟ بحثش طویل است، وقت من در حال اتمام است. اینا گرفتار دست فرعون و فرعونیان شدن، 400 سال مقدر شد اینا معذب باشن. تصمیم گرفتن سر به بیابان بگذارن و 40 روز دعا کنند و گریه کنند و از خدا فرج بخواهند. و این کارو کردن که دستورم هست وقتی میخواید برید بیابون دعا کنید، مادرها رو از طفل شیرخوار جدا کنید، این بچه ها ناله کنن، گله گوسفندا رو ببرید، بره ها رو از پدرها و مادرهاشون جدا کنید، اینا صدای بعبعشون در بیاد، ولوله بیفته تو بیابون، همه دلاشون بشکنه، همه دلاشون بسوزه، همه به گریه بیفتن، همه به درگاه خدا ناله کنن. روایت داره امام صادق میفرماید، عیاشی در تفسیرش نقل کرده، مراجعه کنید اهل فن و اهل ادب و اهل علم،
امام صادق میفرماید به خاطر زجه و ناله مردم که رفتن 40 روز گریه کردن، سر به خاک گذاشتن، التماس کردن و از خدا فرج خواستن، خدا 170 سال باقی مونده عذاب اونها رو بخشید و موسی و هارون را به داد و فریاد اونها رسوند. بعد امام صادق میفرماید خوب دقت کنید، ها کذا انتم لو فعلتم لفرج الله عنا و الا لینتهی الامر الى منتها. همچنین شما شیعیان اگر رفتید دعا کردید از خدا فرج خواستید، خدا فرج ما اهل بیت را میرساند و الا امر ظهور به اون نهایتی که باید برسد میرسد. پس وظیفه ما دعا کردن و از خدا فرج خواستن است. دیگه خدا هر کار میخواد بکنه خودش میداند. لذا امام عصر هم در یه توقیع می‌فرماید اکثر الدعا به تعجیل الفرج، شیعان من برای فرج من زیاد دعا کنید. فإن ذلک فرجکم، فرج شما، گشایش در کار شما در همینه که برای فرج من غریب فاطمه زیاد دعا کنید. ای امام زمان، ما در این شب‌های ماه شعبان که شبهای توبه و استغفار است که فرمود 70 تا استغفار در ماه شعبان گفتن برابر با 70,000 استغفار در ماه‌های دیگر گفتن. اینقدر توبه و استغفار در ماه شعبان ارزش داره در پیشگاه خدا، چون ماه شعبان ماه آمادگی برای پذیرایی خدا در ماه رمضان است. باید خانه تکانی کنی، باید توبه کنی، باید با خدا آشتی کنی، بلکه خدا یک نگاهی کند و یک ترحمی کند و فرج مولای ما را تعجیل کند. سیدی ابن الحسن، به حرمت مادرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، امشب یه نگاه خریدارانه ای به ما بفرما. مولای یا مولای و امی و نفسی لک الوقاء والحمام یا ابن السعادت المقربین یا ابن النجباء الاکرمین يا ابن الهدى المهديين يا صاحب الزمان آقا جان، ای سماوات و زمین قطره های کرم دل دیوانه ما و همه دریا سر سودایی ما نقش خاک قدمت
کعبه بان عظمت گوشه ای از حرم تو امید بشری همولی دادگری ماه اهل نظری مهدی منتظری گل نرگس بشکاف که بهار همه تو مه انجمن شب تار همه ما ز تو دور ولی تو کنار همه سیدی ما گرفتار تو ایم یا ابن زهرا مددی ما گرفتار تو ایم یا ابن زهرا مددی عاشق زار توییم یا ابن زهرا مددیم خار گل زار توییم یا ابن زهرا مددیم گرچه سر بار توییم یا ابن زهرا مددی خانه بر دوش غمت خانه بر دوش غمت دل آواره ما سند زنده ما جگر پاره ما سیدی 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 حال در این چند لحظه مولاتون رو صدا بزنین از آقاتون دعوت کنید بلکه یک نگاه خریدارانه ای به همه ما بفرماید یا صاحب صاحب الزمان همه صدا بزنم یا صاحب آقا جان بیا به حق عمه 3 ساله و نازدانه جد غریبت حسین امشب یه نگاه خریدارانه ای به ما بفرما انشالله فردا شب یه خورده از حسین براتون میگم
هم در اثبات وجود این نازدانه، هم اشاره‌ای به گوشه‌ای از فضائل و مقاماتش. اما امشب میخوام فقط خدا رو قسم بدم به این آزدانه ای که خیلی آبرو داره در پیشگاه خدا با بال حوائجت. به قول یکی از اهل، یه زن مسیحی رو تو حرم حضرت رقیه مشاهده کردن، گریه میکنه، زیارت میخونه. به اون اعتراض کردن، تو که اعتقادی به مقام این بانوی سه ساله و پدر او سید الشهدا نداری؟ گفت من عنایتی دیدم از او، چطور به زیارتش نیام؟ چه عنایتی؟ گفت من یه دختر فلجی داشتم، هرچه او رو دکتر بردم مداوا کردم، نتیجه ای ندیدم. به من گفتن برو شام، یه دکتری سنجا، هر مریضی که از هر جا ناامید میشه سراغ او میره. آمدم پرسان پرسان سراغ گرفتم قبه و بارگاه سه ساله امام حسین رو به من معرفی کردن. دختر کوچک فلجم و گذاشتم توی حجره‌ای در یه هتلی، در رو بستم و قفل کردم، رفتم تو حرمش، نشستم نگاه کردم، دیدم یه عده زیارت میخونن، یه عده روزه میخونن. سوال کردم قصه رو برام، گفتن منم دلم زوخ به حال این آزدان. اونقدر گریه کردم تا از هوش رفتم، در همون عالم به من خبر دادن که این آزدانه دختر تو رو شفاشو از خدا گرفته، باشو برگرد برو دل، دختر تو سعی و سالم میاد. اومدم تا در رو باز کردم، دیدم دختر فلجم رو دو تا پاش ایستاده، دوید خودشو انداخت تو آغوشم. من او رو در بغل گرفتم، باور نمی کردم دختر من باشه. گفتم بر تو چه گذشت؟ گفت مادر همین که شما رفتین طولی نکشید، یه وقت دیدم یه دختر زاله ای وارد حجره من شد، به من رو کرد، فرمود بلند شو با هم بازی کنیم. گفتم من با هم فلجه نمیتونم. گفت چرا؟ من شفاتو از خدا گرفتم، بلند شو. یه وقت دیدم رو دو تا پام ایستادم، میتونم راه برم. گفتم شما کی هستی؟ چگونه وارد حجره من شدی؟ گفت من رقیه بنت الحسینم. پاشو مادر تو حرم من داره گریه میکنه، شفای تو رو از من خواسته. مادر تا الان اینجا بود، تا شما در رو بازگردی گفت مادر دومد، من دیگه باید برم، یه مرتبه غیبش زد، نفهمیدم کجا رم. اونقدر در طول تاریخ از این معجزات از یه دختر زاله امام حسین سر زده که کتاب ها می جود اگه همه رو جمع کنند و بنویسن. دستاتو بلند کن، چند بار بگو یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا، بگیر حاجت تو یا وجیهتن اشفعی لنا عند الله یا وجیهتن. حالا
حالا اگه میخوای خدا حاجت تو براره، امشب به نیابت از این سه ساله 14 بار به نیابت از 14 نور پاک بگو. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. احسن. اللهم عجل لوليك الفرج. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.